بله الدین و النصیحه، پیغمبر علیه السلام میگن دین نصیحت است. یعنی تمام دین های سماوی، برای دین کریستیانی است، دین یهودی است، دین اسلام است، همش برای منفعت مردم روانه کرده شده است. اصلاح مردم. بله. برای همون مفهوم دین همین است. دین و دیانت، اعتقاد، پیروی، خدا را شناختن و مردم را هدایت کردن است. دین هم یعنی چون دین اسلام خصوصا دین آداب است، دین اخلاق است، دین نیکویی است، دین چون گفتیم نصیحت است، یعنی مردم رو هدایت کردن است. خصوصا امروز اگر ما نگاه کنیم، خود حضرت مولانا هم میگن چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همه معنی قرآن ادب است. بله. یعنی قرآن اثر تا به آخر آداب است، اخلاق است، به منفعت مردم است. یکی از آن سوی استفاده کردن جایز نیست. یکی از آن سوی استفاده میکنن، از نام دین بعضا تفریقه میاندازند، اختلاف میاندازند و کارهای بد رو میکنن. چنانه که اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت هم در مجلسی عمومی جمهوریوی بیان کردن با اهل جماعت چیگی؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست، گفته اقتباس آوردن. بله. یعنی یک مسلمان اگر وای عیب کرده باشه، وای عیب اسلام نیست. اسلام دینی نصیحت است. یعنی انسان عموما وای کی نباشد، در کدام سال نباشد، در کدام ملت نباشد، وای به نصیحت محتاج است. یعنی همه ما به نصیحت احتیاج داریم. در همه دور و زمان انسان های دیگر را نصیحت میکردن، یعنی ابتدا از پدر و مادر سر میشوند. بله. باید پدر و مادر فرزندان را نصیحت کنند، اهل آیله را نصیحت کنند، استادان در مکتب شاگردان را نصیحت کنند، پیران سالان آدمان جوان را نصیحت کنند. انا همان هدفی که آید به نصیحت است با جای خود رو میگیرد. یعنی پیغمبر علیه السلام چنانی که میگویند الدین و النصیحت، گفتیم دین نصیحت است. یعنی هدف دین اصلاح جامعه است، توصیه است، نصیحت است و منفعت رسانیدن به مردم است. اساسا معنای خودی نصیحت هم خیرخواهی است. وقتی که انسان یک کس را نصیحت میکند و خیرخواهی میکند برای همون انسان که فرزندم یا بچه‌م این کار را نکن میگویند. حتی پیغمبر میگه که من برای نصیحت کردن فرستاده شدم. نصیحت هم باید به یکان طمع باشد، بی‌غرض باشد. نصیحتی بی‌غرض البته قبول می شود. نصیحت را باید جوانان البته گوش کنند، نصیحتی پدر، مادر، استاد، آدمان پیرانسال البته به منفعتی همان جوانان است. تشکر استاد. خب چون گفتیم که سخن در مورد نصیحت رفت و نفری گوینده نصیحت را نصیح میگویند، و من میخواستم همین نصیحت از پیش از همه از اویله، چون که گفتید استاد بسیار نکته مهم که در اویله آغاز میگیرد، منشأ میگیرد. چون پدر و مادر وقتی در خانه جمع میشوند، سر جمع میشود فرزندان، همیشگی وابسته به رفتار و کردار فرزندان خود، به حالت و اوضاعی که به میان میآید دیده، مشاهده کرده، خلاصه برآورده. یعنی به مانند دختری که بیمار رو میبیند، میسنجد نبض او رو، میسنجد بعد داروی توصیه مینویسد. یعنی کلانسال ها هم نفران محتاج نصیحت رو میبینند، میآموزند، بعد انتخاب میکنند که با وای در کدام حالت کدام نصیحت رو گویم. من میخواستم استاد اندیشه شما رو در مورد نصیحتی والدین در اویله بیان داشته باشید. در سر دستارخوان نشسته وقتا که تعام میخورن، حاضر افسوس که پدر و مادران جدا تعام میخورن، فرزندان جدا تعام میخورن. خیلی خوب است، یکی بهترش فرزندان نزد پدر و مادر تعام خورن. بله. در همان دستارخانی که جماعت زیاد هست و همه اهل و آیله نشسته تعام میخورن، در آنجا خیر و برکه میشود. غیر از تعام خوردن در اینجا فرزندان آداب تعام خوری را یاد میگیرند. درست. پدر و مادر آداب تعام خوری را تعلیم میدهند. بچه‌ام به دست راستت خور،
بله. نون ریزگی نکن. بله. کم کم خور، کم کم گیر. یعنی آداب طعام خوری رو تعلیم میدین در سر همان دسترخوان. بله. وقتی که طعام خورده میشوند در سر دسترخوان، فرزندان رو نصیحت میکنن که پسرم دخترم شما با آداب شوید، یک کدام رو بینید سلام دهید، خدمتی اکاتون شما کنید، شما از این فرزند و فرزند کلانی هستید، اکوهاتون و خواهراتون و برادراتون نصیحت کنید. گفته پدر و مادر فرزند کلانی به همان چیز رو گوید و فرزند کلانی خود پسر باشد خود دختر حس میکند که و مسئولیت دارد در نزد خواهر و مثلا برادران خود. اون فرزندانی که آنها خرد هستند حس میکنند که اینا باید از خودشان کلان، اکاشان، بچهشان، اپاشان باید چیکار کنند؟ احترام کنند. انا همین شرافتی نصیحت پدر و مادر در سر دسترخوان است. وقتی که در سر دسترخوان نشسته طعام میخورند، بعد طعام خوردن باز 10 دقیقه است، 15 دقیقه، همین عادت کردن در کار است که پدر و مادران مثلا پیرانسالان هستند، کلینشون است، مثلا فرزندشون نشسته اند، وقتی که نبیراو میگن اونها هم همین چیز رو تعلیم میگیرند و بعد که اونها هم صاحب کلین میشوند، صاحب نبیره میشوند، اونها هم همین چیز رو دوام میدهند. شرم و حیا، آداب لباس پوشی، آداب طعام خوری، آداب راه روی رو باید فهمانند. و درباره اول من این اول میشود گفتی گپ قریب که مردم ما فراموش کرده استاده هند. از قدیم میگفتن که این کار نکنید اول میشود بچم، این کار کنید گناه میشود، من این کار رو کنید دخترم عیب میشود. من همین کلمه ها رو باید ما فراموش نکنیم. کلان سالان، بابا، آچه ها، پدران، مادران، همین کلمه اوال، کلمه گناه، این عیب می شود. دیگر ها مهم می خندن اگر همین کار رو کنید گوید، همین فرزنده ها به یک مهر شده می مانند. وقتی که همین چیز رو نمی گوید، بی‌پروا می شود، آهسته آهسته آنها کلام می شود و یک آدمان بد همراه می شوند. می بینید که اینش نشکست، اینش عرق خور، اینش قمارباز. همین خیل آیله ها خود از خود پراکنده می شوند. نه اون فرزندان پدر و مادر به خدمت می کنند، پدر و مادر راحتی آنها را نمی بینند، فقط از آنها یک مشکلی می آید. همون پدر و مادر با. باید پدر و مادر فکر کند که من در وقتش نگفتم، این عیبی من گوید. امروز که فرزندان ما، نبیره های ما در نزد ما مثلا هستند، باید آنها رو به علم و معرفت دعوت کنیم. امروز نبیره رو پرسیم که بچم تو امروز چی خوندی؟ یعنی مثلا چند گریدی؟ باهات چند؟ گفته همان روزنامهش بیند، باباش بیند، پدرش بیند و حس میکند که همان خواندنم در کار بوده است. یا درباره آداب و اخلاق میبیند که سخنهای ملایانه گفته است. از بچم نبیرم شما این خیلی گپ نگوید، عیب میشود، شما وزنین باشید، یعنی در نزد آدمان سخن بسیار نگویید. یعنی نصیحت از همین سر می شود، از همین خانه سر می شود. میشون که میگویند خوش اون چیزی که در همه خانهش دیده است همون رو میکنند. فرزندان رو پدر و مادران باید نصیحت کنند. وقتی که پدر مست می بیاید فرزندی باید هیچ وقت یک نصیحت نمی گیرد. وقتی که پدر و مادر خودشون بین خود جنجال میکنن، هر کی سخنهای دشنوم رو به زبان میارن، فرزندها هم ان همان راه رو پیش میگیرن. یعنی باید پدر و مادران اول خودشون نمونه باشن، عبرت باشن. فرزندان رو گویند که بچم من دیدی ان همسایه ما فرزندشون چخیل بچه خوب، فرانچه من اکوش دیدی چخیل و عالم شده است بچم. باید یک نمونه عبرت دیگران را نشان دهند و خودشان عبرت باشند. در همان وقت همان فرزندان صاحب آداب و صاحب آداب و اخلاق می شوند، صاحب علم و معرفت می شوند، پدر و مادر خود را احترام می کنند، بابای خود را احترام می کنند، عرف و عادت خود را احترام می کنند، مذهب خود را احترام می کنند و دیگر جریان ها و اختلاف جریان های اختلاف انگیز هم همراه نمی شوند. تشکر استاد. شما در آغاز سخن یک نکته عجایب را در مورد سری دسترخوان گفتید و راستی بچگی خودم یادم اومد. بله.
همین پدری من دهقان چون از کار خسته می آمدند و همه گرد دسترخوان جمع می شدیم و یک جای خوراک می خوردیم و اگر وقت چون من فرزند خردی خاندان که بودم لیکن مرا ارکه نمی کردم به خاطر اینکه پسر بچه ارکه کلان نشود و همیشه که حتی در لحظه های اگر از خودم درک دهم که من گوی ارکگی کردنی هستم مرا هشدار می دادند که پسر بچه این خیلی نمی شود یک دیوم بعد مسئله خوری به وقتی خوری مو به یک عجایب وای بود مثلا یکان نفر سخن گفت همیشه که می گفتن که وقتی خوری آدم باید خاموشانه خورد سخن نگوید مثلا اگر دو چون بچگی می کردیم و جزا چگونه تیم شد استاد عجایب خب توی شکمت سیر بود است و گویم موقتا از تاون باز داشته می شدیم به خاطر که ادب بود بعدا چون تاون فارغ می شدیم و اولین کاری که مثلا می پرسیدن مسئله همین روزه کارهای ما بود یعنی ما به شیخ خودمون می گفتیم که انکون مجلسی پدر و مادران سر شد یعنی از ما می پرسیدن که امروز چیکار کردیتون کی چیکار کرد همه از کار خودش گویم یک اندازه حسابات می داد که مثلا من این کار کردم یا حتی گوه گویم خبر هم می کشیدیم که این کار کرد این کاری گفتگی شما اجرا نکرد ما اکنون امروز فکر می نم استاد انا همون مجلس های بعدی خوراک قصه این که شکم سیر شود بعد به گوش نصیحت می داره یعنی شنیده می تواند و خلاصه می گیرد من امروز مضمون انا همون نصیحت ها رو احساس می کنم میگم که پس امروزه وقتی که مثلا جامعه امروزه با مشاهده میکنم کم اندر کم اویلای هستن که وقت میبن که چونان که شما گفتید با اهل یول خودشان نشینند و غذا خورند و با فرزندان در علاهیدگی و انفرادی کار کنند پرسن که کجا بودی چیکار کردی چی شد خاندانت چطور است گوه ان همین مشکل رو شما نیز احساس میکنید استاد که واقعا همین کاستگی هست در حقیقت یعنی پدر و مادران باید درک کنند فکر کنند که امروز من برای فرزندانم چی منفعت رساندم فرزندانم امروز از من چی گرفتند بله وای فقط وای خوراندن و پوشاندن وظیفه پدر و مادر نیست بله بله تربیت کردن وظیفه پدر و مادر صاحب علم و معرفت کردن صاحب عقل و ذکاوت کردن خیر و عقل و ذکاوت از خدا می شود لیکن همون رواج دادن وظیفه پدر و مادر است وقتی که پدر و مادر از روی بد نگرداند فرزند برای بد می رود بیند که بای فرزندش پسر است دختر است کجا می رود همراه کی هم نشین است ساعت 10 شب است 11 شب است ساعت 12 شب است فرزندش نیست باید فکر کند دعوت کند تو کجا رفتی گوید با کی هم نشین هستی گوید تو از کجا این پول یافتی گوید یعنی پدر و مادر باید یک چی هست که فرزند میگن از پدر و مادر باید ترسد این ترسی اون نیست که فقط من میزند زدن نه باید حس کند که من پدر دارم مادر دارم پدرم من رو میپرسد مادرم من رو میپرسد پدرم من رو مثلا پرسیده من جزا میدید من باید رفتار درست کنم رفتار درست کنم گفته بله. باید مسئولیت رو درک کند حس کند بله. پدر و مادر هم باید یعنی بی پروا نباشد بی طرف نباشد بعضی ها میگن ها کلان شود خانی عقلش می دراید نه وای کلان شود عقلش نمی دراید برعکس می شود وقتی که پدر و مادر تربیت نکند روح درست نشان ندهد وای وقتی که کلان می شود ممکن وای دوز می شود یک برای بد می رود در اون وقت پدر و مادر پشیمون می شود و لیکن فایدهش نیست یعنی پدر و مادران باید فرزندان رو نصیحت کنم. تشکر. استاد من می‌خواستم دو نکته رو از شما پرسیده باشم. خب جایگاه نصیحت گفتن کجا باشد؟ گذشته از این امروز ما یک در گذشته اگر مثلا ما در کوچه رفته می‌ایستادیم به ما گفته بودن که از نزد نفری کلانسال اگر گذشتی السلام گوی بعد می‌بخشید گوی که وقتی تو زود قدم می‌مونی آنها احساس می‌کنه مایلش اجازت می‌دهند که تو از آنها پیشتر گذشته روی. خب این پهلوی دیگر و مثلا نفران کلانسالی بزرگسالان محله ما رو نصیحت میکردن تو پسری کی من پسری فلانی پدرت یا بابایت این خیلی نبود تو این کارو نکن بلی بلی. یعنی اینجا در مورد موقع گیری خود نفرانی که مثلا کلانسالی که در محله فرض کردیم فرزند همسایه من این فرزند من است به خاطر اون که من باید در تربیه و نیز حصه گذار باشم بی طرف نباشم چون در یک محیط زندگی میکنیم اگر من به او تأثیری نیک رسونم از اون در آینده از او حتما منفعت میبینم در عکس حال از او فقط ضرر میبینم یعنی تأثیر جامعه باید باشه بله بله یعنی ما باید بی‌طرف نباشیم
خیم برای من چی چیزی برای من این گفته بعضی ها میکنن این درست است ولی برای شما امروز یک کاری بد کرده استاده باشد اگر همون کاری بدی وای رو پیشگیری نکند یا یک جنایت از وای صادر شده استاده باشد و این آدم بهتره باشد از نگاه شریعت وای گناهگار میشود میبیند که وای در حقیقت راه نادرست برفته است مثلا عقیدش نادرست است حتی که عقیدش نادرست است و اهل محله بینند ملا بینند دیگر بینند و گب نزند وای اختلافات پیدا کند و تفریقه پیدا کند عقیدش نادرست باشد پگو حبس میشود چون که وای ترغیب نادرست برده استاده است ما دیدیم که دیدیم از همون بیطرفی مردم است از بیطرفی پدر و مادران است از بیطرفی جامعه است باید ما بیطرف نباشیم هم در عقیده هم در رفتار هم در کردار میبینیم یک نفر دیگر آزار داده استاده است یک جوان دیگر مثلا دشنام داده استاده است گذشته رفتن نادرست از ای باشم این کار رو نکن آدم گناهکار میشود این سخن تو گفته استاده این از روی دین نیست از روی آداب هزار ساله ما نیست گفته باید ما بی‌طرف نباشیم فهمانیم یعنی لکل مقام مقالون هر یک جای بود نصیحت جای خودش است بله مثلا پدر و مادر داند که کدام وقت فرزندش نصیحت میکنند کوچه و قپیده حوله و قپیده نه وقتی که نشستن آهسته اثر کرده نصیحت کنند معلم وقتی که درس میدهند استاد همه فرزندها با همچون فرزند خودشان نصیحت کنند که مثلا شما شاگردان ما هستید باید پدر و مادر رو احترام کنید در خانواده به آدابی نکنید در کوچه آداب و اخلاق را رعایه کنید لباستون باید مثلا اعتبار دیگه گفته این همون نصیحت است هر یک وقت میتواند که یعنی هر یک مقام مقام خود را دارد همون مقامش را یافته گوید البته تاثیرش میرسد وقتی که یک جوان را میبیند که وای جنایت کرده است یا آبروی یک کسی دیگر را ریزانده استاده است دشنام داده استاده است باید بی‌طرف نباشد یعنی نقصان را دیده باید انسان اصلاح کند وقتی که انسان یک دیگر را نصیحت میکند فقط این برای جوانان نه میتواند که یک انسان کلانسال یک انسان دیگر را نصیحت کند برادر این گپ نگوید مثلا چای خانه من نشسته غیبت کرده است که فلان چه این خیلی است فلان چه خیلی است برادر یا که با شما این گپ نگوید عیب است این غیبت کردن یک کس از پس گپ زدن کار خوب نیست یا یک کس میگوید که عیبش فلان بود است شما همه عیب دیدید نه من شو نویدم یک کس مثلا عیبش گفتن از روی آدم نیست انا همون نصیحت است نصیحت هم برای جوانان است هم برای پیرانسالان است خصوصا شنویدن نصیحت باید آدم نصیحت را خوب گوش کند وقتی که یک کس نصیحت میکند قبول کرده تواند گویا که همه آدم به فایده من گپ زده استاده از روی دین است از روی مسلمانی است از روی عرف و عادت است نقصان من را گفتند من باید این را اصلاح کنم گفته و سعی و حرکت کند پیغمبر اسلام میگوید که هر کسی که یک انسان را اصلاح میکنم گوید وی را به راه راست هدایت کند برابر نماز نفل خواندن است برابر روزه نفل داشتن است یک انسان را به راه راست هدایت کند روزگی پروردگار در همان است برای همان میگوید که باید انسان به منفعتی جامعه زیادتر از منفعت خودش هم منفعت جامعه را پیش گذارد در همان وقت وی بهترین انسان حساب می شود یعنی این وظیفه هر یک فرد است به قدر امکان خود می تواند که به کسی نصیحت کند راه راست نشان دهد تشکر زیاد و یک نکته بسیار مهم را اینجا تاکید کردید استاد یادم یک بیت آمد میگه چوبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است واقعا هم گفتید که زمانی شد که بزرگ سالان در محله گاه شاید از سبب سرکشی جوانان دیدن که مثلا سرکشی میکند یا گبرو نمیگیرد یا میداند که گاه تکیه به اون که این ذاتش همین خیلی بود این گب نفهم یا گبرو نمیگیرد یعنی نصیحت نکردن در نتیجه کار به درجه شد که گروه از جوانان ما افراطی هم شدن بله. دیدیم که مثلا
شکرانه که امروز دولت و حکومت سری این مسئله ها جدی گوییم تدبیر های جدی اندیشیده. امروز جلوی آن تندگرایان گرفته شده است به خاطر آنه که جامعه آسوده باشد، چون در حالتی که آنها اگر عمل میکردند حتما بازم اختلاف های دیگر، بازم مشکلات دیگر، یک نبودنی گوییم توجه، یک نبودنی اون که نصیحت، یک سخنی نیک توانست که آنها رو اول در نیمه راه گذارد، بعد آنها گوییم به قول خودشان روح خودشان رو انتخاب کنند. بعضی ها الهام جان عزیز اینترنت میکشوید، بله، خیال میکنند که نصیحت در همون است. بله، در اینترنت چیزای خوب هم هست، مثلا کتاب های خوب هست، نصیحت های خوب هست که بزرگان چی گفتند، لیکن آنها برعکس میدارن، میگن که این مذهب در کار نبوده است، این عرف و عادت ما بوده است، این بدعت بوده است، این خرافات بوده است، همه چیز انکار کردند، عرف و عادت مردم انکار کردند. حتی گفتن که در همین شهر که این محراب را نیست کردند، در کار محراب مسجد نیست کردند، کاری کردند که آدمانی که همه مسجد می آمدند کلان سالها را احترام نکردند، هر کاری که از دستشان آمد، هر سخنی که از اینترنت خواندند فتوا دادند، خودشان در ضلالت بودند، دیگران را گمراه کردند، عزت و احترام از بین رفت. خیریت در حقیقت پیش روی آنمون افراطی گرفته شد، کارهای بد مثلا کارهای فهماندهی زیاد شد. خیلی مردم ما، این جوانان ما فهمیدند، لیکن باید همان وقتی که اینترنت می درآیند یا سایت هایی که مثلا اونها عقیده نادرست رو تلقین میکنند، انسان رو از آداب و اخلاق نیکو دور میکنند، با شهوانیت، با اخلاق بد ترغیب میکنند، با سخنهای بد، با دشمنان اسلام باور کرده هر خیر جریان ها و اختلافات، جریان های اختلاف انگیز یا حزب حرکت ها داخل میشوند، باید ما نصیحت کنیم. وظیفه ما نصیحت کردن است، وظیفه هم پدر و مادران، وظیفه خودمان دین، وظیفه معلمان، همه، یعنی باید بی‌طرف نباشیم که امروزه تنجی و آرومی که در تاجیکستان است، باید ما به قدر این رسیم. بله، فرزندان رو نصیحت کنیم و 20-30 سال اون ناآرامی هایی که پیش بود، گوییم که بچم انا همون ناآرامی ها وطن ما رو خراب کرده بود، خصوصا دین و مذهب ما مذهبی تحمل پذیر است. این رو باید ما هم از راه دین، هم از راه عرف و عادت، هم از راه انعنه های هزار ساله ما بود که در آیله نصیحتگوها بودند، پدر و بابایان خود را نصیحتگو می دانستند، آدمان پیرانسال می گویند باید ما نصیحت کنیم، بچم این کار را نکن گفته از راه بد می گردانند، باید همان چیز البته بردوام باشد. تشکر زیاد استاد برای اشتراک در برنامه و شرح این موضوع. راستی چقدر ما اطراف این موضوع صحبت کنیم، بازم وقت کفایگی نمیکند، به خاطر اونی که این موضوع واقعا هم دامنه دار است. بلی بلی. چون در انجام برنامه من از شما خواهش میکردم که از صحبت امروز یک فشرده آن را برای بیننده های ما ارائه میکردید که پیش از همه کدام نکته ها را برای گوییم زندگی خودشان، سرمشق کاری خودشان انتخاب کنند، چون توانند که سعادت یافته باشند. اول به جوانان مراجعت میکنم که هر کسی که از خودشان کلانسال باشد احترام کنند. بله. نصیحتی پدر، نصیحتی مادر، نصیحتی بابا، آچه ها، نصیحتی پیرانسالان را گیرند، با راه راست خودشان را هدایت کنند، از نصیحت دوری نجویند، آدمان پیرانسال هم دانسته نصیحت کنند، با علم و معرفت باشند، یعنی احترام بین جوانان و بین پیرانسالان باشند، در آیله بین پدر و مادر، بین برادر و خواهران عزت و احترام یکدیگر باشد، در آیله آداب و اخلاق در مد اول گذاشته شود، خصوصا بلند رفتن معنویات مردم ما. امروز ما شکر میکنیم که مردم ما صاحب معرفت هستند، مکتب، دانشگاه، دانشکده ها در این همش گشاده است و کوچه و بازار، اگر ما در کوچه و بازار گردیم، در مردم ما مدنیت شهرداری است. بله. آدابی شرقیانه ما رو تربیت میکنند. ما باید از همان
رفتار مردم در کوچه، در بازار عبرت گیریم و خود عبرت باشیم. من تمنا میکنم که جوانان ما صاحب علم و معرفت باشند، صاحب کسب و کمالات باشند، دیار ما تنج و آرام باشد، عزت و احترام بین مردم باشد، نصیحتگوها زیاد باشند، نصیحت شنوها نصیحت را شنیده عمل کنند. در آن وقت جامعه ما پیش می رود، وطن ما آباد می شود، دیار ما با علم و معرفت انشاءالله پیش می رود. تشکر زیاد استاد. بیننده های ارجمند، این بود برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان با استاد ارجمند حاجی حسین میرزاده. با امید آنه که هر یکی ما از این برنامه برای خود برداشت های تازه به تازه می گیریم، چنانه که در یک بیت مشهور می گوید: خشت اول چون نهاد معمار کج، تا به آخر می رود دیوار کج. عمر انسان به مثال یک عمارت است، چون معماران آن والدان اگر آن خشت را درست گذارند، حتما آن عمارت عمارتی راست، زیبا و سالهای زیاد به منفعت مردم خدمت کننده خواهد بود. با امید آنه که هر یکی ما جوانان گوشی نصیحت شنو، گوشی پند پذیر داشته باشیم، اینجا برنامه در صحبت صاحب دلان را حسنی انجام می بخشیم. خیر، خانه آباد و سربلند باشید.